تمام روز را کار کردند. الیور ارتمان و دانیلا ماس که حالا بعد از تمام شدن ساعت کارشان باز هم برای کمک به خیابان برمی گردند. دوروبری ساعت یک شب به خونه می رسم و میرم می خوابم. این دو پلیس یک بار در ماه وقت استراحتشان را می گذارند برای کمک به بی خانمان ها در شهر هامبورگ. اسم پروژه اتوبوس نیمه شب است. 365 شب در سال این اتوبوس در هامبورگ در حرکت است با لباس و غذاهای اهدا شده و نوبت یک بار در ماه به دانیلا و الیور میرسد. این که به این راحتی میشه کمک کرد به نظرم عالیه. از یه طرف غذاهای باقی مانده رو داریم که دور ریخته میشن و از طرف دیگه این واقعیت که آدمایی هستن که گرسنن و نیازمند. بر اساس تازه ترین آمارها بیش از 1000 بی خانمان در خیابانهای هامبورگ شب را به صبح میرسانند. اتوبوس به همین را سر میزند. حتی به سرپناههایی پنهان که به راحتی قابل دسترس نیستند. ولی وقتی راننده پلیس است، پیدا کردن این مکانها سخت نیست. معلومه که جای قشنگ شهر رو که هر کسی میشناسه منم میشناسم، اما من زیر پوست این شهر رو هم میشناسم که از چشم بیشتر شهروندان عادی پنهونه. دانیلا معتقد است که باید با بی خانمان ها بدون پیش داوری روبرو شد. چی میخواییم بخوری؟ گفتین غذا مجانیه نه؟ بله، اما چیزای دیگه نه. هدف این پروژه در وهله اول مبارزه با گرسنگی و سرماست. من هیچ وقت یک قضاوت کلی در مورد همه نمی کنم. پیشینه تک تک این آدم ها رو نمی شناسم و در این باره سوالی هم نمی کنم. به کسی که محتاجه باید کمک کرد. اینگرید یکی از این بی خانمان هاست که مجله های بی خانمان های هامبورگ را می فروشد. 75 سال است و هر روز که اپرای شهر هامبورگ اجرایی داشته باشد در مقابل ساختمان اپرا می ایستد. فرق نمی کند. هوا بارانی باشد، برفی یا آفتابی. در برخورد با بعضی ها میشه فهمید که با وجود وضعیت بدی که دارن هنوز قانع و سپاسگزارن. برای خیلی ها که این وضعیت بد رو میبینن این قابل فهم نیست. گاهی هم میشه خجالت و شرم رو در چهرهاشون دید از اینکه مجبورن برای یه لیوان قهوه اینجا بایستن. یه تیکه کیک میوهی خوشمزه. نوش جان و شب خوش. من زندگی خوبی در هامبورگ دارم و عاشق این شهرم و میخوام که برای این شهر و مردمش کاری انجام بدم. هامبورگ هم عاشق این گونه حرکت هاست در تمامی شبهای سال.